دادن. خوش آمدید آقای آریان. اسرائیل گفته سه ناوچه نظامی ایران توی دریای سرخ هستند که در این یک دهه اخیر بی سابقه بوده. ماموریت این ناوچه ها چیه در دریای سرخ میدونیم؟ به باور من به هیچ وجه بی سابقه نیست. من نمیدونم که آقای گانتس داره در چه موردی صحبت میکنه. اصلا این گونه نیست. تا حالا ایران 81 ناوگروه، یعنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، تا به حال 81 ناوگروه برای گشت و برای جلوگیری از راهزنی دریایی و برای به طور کلی جمع‌آوری اطلاعات و برای دریانوردی به خلیج عدن و دریای سرخ و آبهای اطراف فرستاده. ناوگروه 81 که متشکل از ناو البرز و بوشهر بود 22 خرداد حدود 3 هفته پیش برگشت. حالا اگر ناوهای دیگری که فرستادن که به گفته ایشون یکیش ناو هنگام است و ناو بندر عباس و یک ناوشکن کلاس موج، احتمالاً یه ناوگروه دیگه است که این رو در مطبوعات منعکس نکردن که معمولاً این کار رو میکنند. ولی هیچ بی سابقه نیست و این در راستای همون حرفایی است که آقای گانتس داره میزنه که به هر حال ایران تهدیدی است برای تجارت منطقی، انتقال نفت و گاز و اقتصاد جهانی. این برای اهداف سیاسی این حرف زده. خب یعنی پایه نظامی نداره. نباید نگران حضور این ناوچه ها باشه در دریای سرخ. نگرانی نداره. برای اینکه ایران مدت هاست داره این کار میکنه. ببینید در باب المندب اول ناو ساویز بود که برای 5 سال اونجا بود. ناو نبود، یک کشتی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات و برای کارهای دیگه در اون منطقه که اسرائیل اون رو با مین چسبان صدمه زد و بعد ناو کشتی بهشاد رو اونجا فرستادن که در همون منطقه لنگر انداخته. دریای سرخ یه دریایی است که تحرک زیاد کشتی ها به تمام کشورها اونجا هستن. در جیبوتی آمریکا اونجا پایگاه داره، چین داره و خود ژاپن هم اونجا داره، ترکیه در سومالی هست، نیروی دریایی روسیه در سودان پایگاه داره. بنابراین ایران هم داره گشت میزنه. هیچ تهدیدی به باور من نمیتونه برای اسرائیل باشه، برای امنیت ملی اسرائیل. آقای آریان، وزیر دفاع اسرائیل بحث آزمایش موشک ماهواره برای ایران رو هم بهش اشاره کرده، گفته این نشون میده که ایران توانایی توسعه موشک‌های بالستیک قاره پیما رو داره که تا مرکز اروپا هم بیاد. نظر شما چه است؟ این هم چیز جدیدی نیست که داره ایشون میگه. مدت‌های بدیدی است که در مورد این داره صحبت میشه، ولی خود جمهوری اسلامی گفت ما میتوانیم موشک قاره پیما درست بکنیم ولی به اون سو ما حرکت نمی کنیم. و به طور کلی اگر ایشون نگرانی در این مورد داره، این میتونه اینگونه باشه که این موشک قاره پیما مجهز به کلاهک هسته‌ای باشه. یک موشک بالستیک بدون کلاهک هسته‌ای خطرناک است، وحشت آفرینه، ولی به اون معنا نیست که اینا بزرگ نمایی میکنن. جمهوری اسلامی کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته. به فرض اگه بخواد دوتا بسازه، با اون حساب اگه ما فرض بکنیم، کماکان 98 کلاهک هسته‌ای و سلاح هسته‌ای از اسرائیل کمتر داره. بنابراین اسرائیل داره بزرگ نمایی میکنه طبق معمول. ممنون حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل، همراه ما.